با درود دوستان، خواستم از این فرصت استفاده بکنم و شرایطی که برای همکیشان همسایه ما در افغانستان به وجود اومده رو بگم که بهشون دلداری بدم و براشون آرزو بکنم که این شرایط ناهنجار به پایان برسه و این مردم بتونن به زندگی عادیشون برگردن، یعنی اینکه این وحشی های طالبان، این خرافه پرستان 1400 سال پیش این مردم رو راحت بذارن، یا اینکه مردم افغانستان از دست این فناتیک ها راحت بشن، به یه شکلی اینها رو کنار بزنن، نابودشون بکنن، بتونم به یک زندگی عادی، به یک زندگی شرافتمند، به یک زندگی خوب و شادکام در پناه قانون و دموکراسی در کشور خودشون ادامه بدم. همینطور این آرزو رو برای هموطنان خودم دارم که ایرانیای عزیز هم از دست این آخوندهای جنایتکار، این آخوندهای فناتیک، دوست و آدم کش رها بشن و ایران عزیز ما هم بتونه در پناه قانون و دموکراسی به زندگی خودش ادامه بده. امیدوارم که منطقه از شر این اسلامگراهای فناتیک که مملو از جهل و تاریکی هستن راحت بشه، خلاص بشه و کلن جهان بتونه یک نفس آسودهی بکشه. اینجا خواستم یک مسئله رو یادآوری کنم. این روزها که من میبینم در افغانستان پیش اومده، دقیقا در سال 57 اوایل انقلاب هم در ایران ما بود که یک سری اراذل و اوباش میریختن به خونه مردم به عنوان اینکه اینها همکاران رژیم سابق هستن، طاغوتی هستن، ساواکی هستن، به یه شکلی با رژیم سابق کار کردن، همکاری کردن و اینها رو یا دستگیر میکردن و اگر هم اون مردم گریخته بودن، زندگی اونها رو، خونه و زندگی دار و ندار اونها رو تاراج میکردن، به غارت میبردن به عنوان اینکه اینها طاغوتی هستن. دقیقا به همون شکلی که الان در افغانستان به وجود اومده. و مهمتر از همه این که یکی از شغالبندان سبز آقای میرزایی، استاد میرزایی هم جزو این افراد بود که میریخت به خونه مردم با دار و دسته خودش و غارت میکردن به عنوان اینکه دارن با طاغوتیان میجنگن یا با طاغوتی خونه طاغوتی ها رو دارن غارت میکنن. متاسفانه این جنایت ها، این دزدی ها، این خلافکاری ها با بودن این رژیم خونخوار به جایی نرسیده، یعنی که اینها به مکافات و مجازات خودشون نرسیدن و امید دارم که یک روز در یک دادگاه ملی مردمی این افراد محاکمه بشن و پاسخگوی عملکرد خودشون در اون دوران باشن. همونطور که قبلا گفتم، این فرد فراموش نکنیم که چند تا از کمپوکارها رو با خودش همراه کرد، بردشون به گنبد که به اصطلاح کسانی که علیه رژیم اسلامی قیام کردن به جنگن، که اونجا هم با سلاحایی که از مرکز با خودشون برده بودن، من نمیدونم، به قول خودشون میگفتن که کلی کشتار کردن، اونها رو سرکوب کردن و یک دو نفر از بچه های کامفو هم زخمی شد، تیر خورده بودن که برگشته بودن و تعریف میکردن این جریان رو به ماها. و متاسفانه استاد میرزایی هم موافق این جریان بود و این شخص رو تشویق میکرد.
باریکلا باریکلا میگفت و به پشتش زحبه میزد. به حال هیچ وقت برای همیشه خورشید پشت ابر نمیمونه، هیچ وقت برای همیشه تاریکی پایدار نیست. روزی روشنایی میرسه، روزی این مسائل باید دوباره گفته بشه، آورده بشه تا این اشخاص به سزای اعمال خودشون برسن.